ولی همین کشورهایی که باسکی ها رو گرفتن و تحویل اسپانیا دادن، این راسیستا و شوونیستا و فاشیستا که از کشور ما فرار کردن یا رفتن اونجا رو میبرن تو مجلسشون میشونن به عنوان آزادی و دموکراسی نمیدونم اقوام فلان یا ملتهای فلان میشونن براش، بشونم زمان سخنرانی میدن، باشون میزه گرد میذارن. خب میگه سلاحهای دشمنم زبان و فرهنگ اوست، دشمن در تلاش است تا آنها را به فرزندانم بیاموزد، سعی میکنم تا زبانم را که مورد تهاجم واقع شده از دست ستمگران نجات دهم. ساختار عمیق و گفتار زبان شناختی آن در برابر نظام خواهد ایستاد. منظورش در برابر دولت پهلویه. هر چند ساختار زبان ملتم تحت شرایط کنونی تغییراتی داشته و به روساخت زبان فارسی تبدیل شده، سعی میکنم تا کلماتی را به این زبان علیه سرکوبی که حاکم است بخوانم. حالا دیگر آن دشمن نمیتواند مرا از پای درآورد. من آزاد و رها هستم. اون زمانی که این حرفو زده که پان ترکیز در ایران زیاد رواج نداشته، تک و توکی بوده و اینا، این پان ترکان اکثرا داشتن پروژه کاگبه را تو ایران پیش میبردن. پوزش میخوام دکتر مراد، من این لینک این یارو حلم حلم حللم لم للم للم رو برات فرستادم، میتونی پخش کنی یا من پخش کنم اینجا؟ ببخشید این فاصله، این پرانتز دوستان بخندن. لینکش کجا هست؟ برای یوتیوبه؟ برای یوتیوبه. آره بفرست بفرست. خب من میفرستم بعد لابلای صحبت دکتر مراد فرصت کردی پخش کن دقیقش هم بهت میگم. ببینید این رضا برهانی که میگه پنکه سخت بود و پنکه من چیز میکردن، خیلی جالبه دکتر، همه اینها در رفتن تو کانادا و انگلستان و آمریکا. آقا چرا نموندید دست پختتون رو بخورید؟ حلم زدم لدم 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 مرا جا تو تلگرام مهران برای میفرست بفرم. خواهش من ببینید این برند شفر چی میگه اینجا. میگه ایرانیان آذری مورد تبعیض بودن به عمد در دوره پهلوی، که این دروغه. ما شهبانوی ما با هممیهنان ما آذری ما وقتی میرفتن دیدارش با آذری گفتگو میکرد، پدر سوخته های دروغ بود. خب میگه که هممیهنان آذری رو بهشون کارهای پست و پیش پا افتاده میدادن. این همه ما پولدار و سرمایه‌دار آذری داشتیم در ایران، بازاری آذری تو تهران داشتیم. میگه میزان بهره‌مندی قوم فارس از برق 75% بود و این نسبت برای مردم آذری 25% بود. تو رو خدا شما میبینی اصلا باور نکردنیه. آدم میخواد یه کتاب رو توی سر خودش رو بعد تو دیوار بکوبه. نوشته فارسا 75% فارسا برق داشتن ولی 25% آذری ها برق داشتن. انگار اونی که تو تهران زندگی میکرد یا اونی که تو شیراز و اصفهان و مشهد بود، اینا مثلا این چطوری آمار گرفته این پدر سوخته؟ بعد به کی میگی فارس؟ فارس کجاست؟ فارس اصلا یه قوم منسجمی ما به نام فارس نداریم. ببینید جا به جای کتاب میگه 75% فارس ها برق داشتن ولی 25% آذری ها. اونم که اونم دوره پهلوی. میخواد از این نتیجه برسه که آذری ها بهشون ستم ملی میشده و زیر تبعیض بودن، به عمد به آذری ها برق نمیدادن. اصلا این زنه رو باید بگیرن اگه یه دولت ملی سر کار بود. من نگرانی هم از این گفتم ندارم، هر کی هر برداشتی میخواد بکنه. من اگر دولت ملی بر سر کار بود، من در ایران بودم، توانش رو داشتم، اینو میگرفتم از هر کجا، به سبک همون کاری که خود موساد میکنه در همه جهان، اینو میگرفتم میآوردمش ایران تا ابد از آزادی محرومش میکردم. چون این بی زن روانیه، این یک عین ننه فولادزره میمونه. این زن یک بیماره، بیماریش هم یعنی نیت کرده تا ایران تجزیه نشه این خانم به ارضای روحی روانی نمیرسه. من باز هم میگم من اگه توانشو داشتم در ایران بودم، یک دولت ملی بر سر کار بود در ایران، نه این جور سوموهای 70 ملیتی ایران ستیز، اینو میگرفتم میوردم ایران و برای همیشه در ایران نگهش میداشتم در یک جایی که به جهان آسیب نرسونه. من مجبورم یه مقدار اینا رو کربان، شما چیزی میخواین نشون بدین نشون بدین، خواهش میکنم نشون بدم. شما بفرمایید تا من
زیاده. من فصل سومش رو دارم میخوام دیگه برم روی این جریان نقش پانتورکا و آیت الله شریعت مداری و حسن شریعت مداری در شورش 57 و روزهای پس از شورش در راستای تجزیه ایران. تا جناب کیانجام کامپراتون فرستم تا ایشو پخش میکنم. بله من الان دارم پخش میکنم. خیلی پخش. افسوس که من نمیشنوم. حلم حلم حللم لم حلای حل حل من دف دل من از آن گورست دنها برخص برخواهد خواست حلم حلم حللم لم حلای حل 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 و با زبان و چشم بومی من می گرید چرا که گریه اصالت دارد در این زبان در این دو چشم حلم حلم حللم لم حلای حل 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 و گچته بو گچه گچته کمیده بل بلوده و یا که بر گلوده گل حلای حل حل گل گل من در سال ازا نخل میران جان اینه این روشنفکر پنج و هفتیه لم للم للم لم گیگم مگن مگلم لم آقا برای همین ساواک اینو بسته به پنکه بهش آب بهش تجاوز کرده دیگه برای همین للم 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 لم دیدیم درم برادم دم للم من که فقط صدای خنده کرد با کمال پور رو شنیدم نمیدونم اونجا چه خبر ایشون دکتر دهت از اینا خب باشه پس با پروانه تو من این بخشا رو بخونم زمان نداریم فرتول زیاده برای نشون دادن ببینید فصل سومش میگه انقلاب اسلامی و آذربایجانی ها اقلیت های قومی در دوران انقلاب و سقوطشان نقش بارزی ایفا کردن تبریز که پر جمعیت ترین شهر آذری در ایران بود یکی از مهمترین مراکز فعالیت انقلابی بود که موجب تسلیح سقوط رژیم پهلوی گردید اعضای گروه‌های قومی از ضعف کنترل رژیم بر فعالیت‌هایشان برای بیان هویت قومی خیش استفاده کرده و خواستار مطالبات خود شدند. فعالین آذربایجانی در دسامبر 1979 آذر 58 بر ضد حکومت شورش کردند و برای مدت بیش از یک ماه کنترل تبریز را به دست گرفتند. بعد اقلیت برخی از این اقلیت ها از طریق ایجاد یک شبکه گسترده در سراسر ایران با هم در ارتباط بودند و به واسطه وجود این شبکه تحرکات ضد حکومتی انقلاب تسهیل می شد. یعنی شما ببینید برندا شفر داره اعتراف میکنه من اینو از سالها پیش می دونستم البته و بهش رسیده بودم که پانتورک ها پان عرب ها و پان کرد ها در این مسئله نقش داشتن ولی مثل فروپاشی ساسانی که به نقش یهودیان و خاندان های اشکانی که اردشیر بابکان کشتارشون نکرد و بهشون اجازه داد که به زندگیشون ادامه بدن یعنی خاندان های اشکانی به نقش اشکانیان و یهودیان در باز کردن دروازه های شهرها به روی عربستانی ها اشاره نمیشه جایی در این قضیه هم در بررسی این مسئله شورش 57 هم شما کمتر به ندرت من شاید در این زمانی که دارم با شما تا کنون زندگی میکنم شاید یک بار جایی دیده باشم که به اشاره به نقش پانتورکیزم یا به ویژه بیشتر در باره پان عربیسم که در خوزستان و نقششون در همکاری با داردسته خمینی اشاره شده بود در واقع میتونم بگم که اشاره ای نشده و علتش رو هم خیلی حتما میدونن به چه دلیلی است. میگه که در سالهای 78-79 عاشقهای آذربایجانی با حضور در اتوبوس‌ها با اشعار خیش انقلاب را ترویج میکردن. در 18 فوریه 1978
فعالیت های ضد رژیم در تبریز وارد مرحله جدیدی شد. در اعتراض به کشتار نزدیک به 162 نفر از تظاهرکنندگان قومی در 16 دی و در پاسخ به درخواست آیت الله شریعت مداری مبنی بر اعتصاب مردم در 40مین روز کشتار قربانیان قوم، تظاهرات عظیمی در تبریز برگزار شد. هرچند در سراسر کشور نیز تظاهراتی برپا گردید، اما با توجه به حضور پرشور مردم تبریز، تظاهرات این شهر به خشونت کشیده شد. حوادث شهر تبریز باعث تشدید نار، یعنی مبتکر نوشته در پاسخ به درخواست آیت الله شریعت مداری، این پروژه 40 روز 40 روز و کشتگیری از ملت ایران یه برنامه بود. یعنی تو قوم اومدن بیرون، چند تن کشته شدن شوربختانه، بعد چلومش تو تبریز، بعد تو تبریز کشته شدن، چلومش فلانجا، ای تنور رو داغ نگه داشتن. و یکی از جاهایی که اونجا این آتش افروخته شد و تقریبا فروکش نکرد، با هماهنگی، با برنامه ریزی و با کنترل آیت الله شریعت مداری در بخشای آذرینشین ما به ویژه در تبریز بود. ببینید حالا من دیگه بقیهش رو زمان نیست. ببینید این کاری رو که شریعت مداری میکنه، اینجا برندشفر اعتراف میکنه، میگه شاه تجزیه طلبی قومی رو عامل این تظاهرات معرفی کرد. دقت بکنید به این جمله ها، خوب دقت بکنید. پادشاه روانشاد ما تجزیه طلبی قومی رو عامل این تظاهرات معرفی میکرد. حالا متوجه شدین چرا پادشاه میگفتن ایرانستان، ایران و اینا میخوان تبدیل به ایرانستان بکنن؟ چون میدونستن اصلا بخشی از اون شورشی که نام انقلاب روش گذاشتن از کجا آب میخورد. در تهران بازاری‌های آذربایجانی نقش بسیار مهمی در برپایی تظاهرات علیه کشتار قوم ایفا کردند. این شبکه بازاری‌ها دقت بکنید. آذربایجانیات اعلامیه حمایت خیش را از تظاهرات اعلام نمودند که با مواضع آیت الله خانساری بالاترین رهبر مذهبی تهران در تقابل بود. خب حالا اینا ما مجبوریم رد شیم از اینجا. یک روز پس از خروج شاه از ایران، انتشار نشریه الدوز توسط آذربایجانی آغاز شد. اولین روزنامه به زبان ترکی آذربایجانی، یعنی یک روز پس از خروج شاه ما نمودهایی رو از برخی از موارد میبینیم. تلاش انقلابی، منظورش اینه که تلاش انقلاب آذری هایی که در انقلاب در پروسه انقلاب شرکت کردند به امید خودمختاری آذربایجان برای برپایی دموکراسی در ایران بود. رژیم شاه با سیاست فارس محوری خود به سرکوب اقلیت های قومی مشغول بود، که اصلا چه دروغ. ببینید دروغ پشت دروغ، اقلیت های قومی سرکوب می شدن. خب چطوری بوده که با همون موقع با بسیاری از بازرگانان، بلندپایگان کشوری و لشکری در ایران از هم‌میهنان آذری بودند. حکومت جدید در ظاهر از سیاست‌های رژیم پهلوی بیزار بود، بنابراین بسیاری از اعضای اقلیت‌های قومی به این باور رسیدند که حکومت جدید چنان سیاست‌هایی را دنبال نخواهد کرد. نخست وزیر وقت مهندس بازرگان اصالتاً آذری بود، ولی اکثر عمر خیش را در مناطق فارس نشین سپری کرده بود. سپری کرده بود و اکثرا در مشاغل کشوری خدمت میکرد. حمایت خود را از احقاق حقوق فرهنگی اقلیت‌های قومی ایران در بازدید 25 می 1979 4 خرداد 58 از تبریز ابراز داشت و از اینکه در تبریز به فارسی صحبت کرده از مردم عذرخواهی کرد. میبینید زبان رسمی کشور فارسیه، بعد این بیشعوری که تخصصش در آب کر و نمیدونم نجاسات و طهارات بوده، این بلند میشه میره اونجا از مردم آقا عذرخواهی نداره. مثل که مثلا چه میدونم مثلا وزیر امور خارجه آمریکا بره مثلا توی ایالتی که بیشتر اسپانیایی زبانن، ای جلو مردم آقا ببخشید، آقا تو رو خدا انگلیسی ما رو عفو کنید. یعنی چی؟ من خودم از سوی مادری، زبان مادری من ترکی قشقایی است، ولی قانون اداره یک کشور شیرازی یک مملکت ازم میپاشه. بعد یه آقا اسم خودشم گذاشته جبهه ملی، بلند میشه میره اونجا. اصلا شما تو این جوی که آیت الله شریعت مداری و یه مش کمونیست به درد نخور و ایران ستیز و پان ترکیستایی که نقاب اسلامگرایی زدن، اکثرشون هم کسایی هم که دارن از کاگبه باکو حمایت میشن، تو بری اونجا بخوای آب بنزین یا روغن بریزی روی آتش، عذرخواهی برای چی؟ مگه ما در هر کشوری، مقامات کشوری و لشکری برای گفتگو به زبان رسمی و کشور باید از مردم مناطق عذرخواهی بکنن؟
شریعت مداری به این به خاطر اینکه بخش زیادی از زندگی خیش را در آذربایجان گذرانده بود با تمرکزگرایی حکومت مرکزی ایران مخالفت کرد. خوب گوش کنید. خب حالا اینجا رو گوش کنید. دو نفر از اساتید ادبیات دانشگاه تبریز دوره پس از انقلاب در ایران را به رنسانس در ادبیات آذربایجان تشبیه کردند. بنا به گفته دکتر جواد هیئت میدونید که دکتر جواد هیئت همون کسیه که خاتمی خیلی بهش بها داد و خیلی نظر خوبی بهش داشت و بردنش توی وزارت کشور خاتمی، ازش خواستن مشاوره بده که چطوری حزب قومی درست بکنن در مناطق آذرینشین ما. خوشبختانه اونجا نشد، ولی در خوزستان حزب وفاق الاسلامیه رو درست کردن. برای همین میگم به این نامهایی که تو این کتاب اومده توجه کنید. در پایان کتاب هم خانم برندا شفر نظر خیلی خوب و مثبتی نسبت به خاتمی داره. بنا به گفته دکتر جواد هیئت، مدیر مسئول وارلیق، طی سالهای 1979 تا 83 بیش از 150 جلد کتاب در آذربایجان ایران منتشر شد که بخش اعظمی از این کتاب‌ها در حوزه‌های ادبی، مذهبی، آموزش زبان، زبانشناسی، فولکلور بود. نسخه جدید قرآن به زبان ترکی توسط طلاب آذربایجانی حوزه علمی قم در این دوره منتشر گردید. عالیه. به به. علارغم همه محدودیت‌های موجود، جمهوری اسلامی نسبت به فرهنگ و زبان اقوام غیر فارس صبورتر و بردبارتر از رژیم پهلوی بود. به به. به سازمان‌های سیاسی آذربایجانی خوب دقت کنید. بسیاری از سازمان‌های سیاسی ایران در این دوره به صورت غیررسمی بر پایه اقوام تشکیل شده بود. یک هفته پس از تأسیس حزب جمهوری اسلامی، طرفداران زید من این شارژر رو بس کنم تا مشکلی پیش نیاد گوزش. یک هفته پس از تأسیس حزب جمهوری اسلامی، طرفداران آیت الله شریعت مداری حزب انقلابی خلق مسلمان یا ملت مسلمان MPRP حزب خلق یا خلق مسلمان را در 15 فوریه تأسیس کردند. خوب گوش کنید. این حزب همه اقوام را به عضویت تشویق می‌کرد، اما اعضای آن عمدتاً از استان‌های آذربایجان و بازاریان آذربایجانی تهران بودند. اونم بیشتر برای ردگمانی بوده، وگرنه حزب الوفاق الاسلامیه در خوزستان غیر عرب توش عضو نبود. و همیهنان گرامی عرب زبان ما که روی سر من جا دارند حدود 35 تا 38 درصد استان خوزستان هستند. اما در فراخوان حزب خلق مسلمان حق خودمختاری برای اقلیت‌های ملی در چارچوب ایرانی متحد اعلام شده بود. خوب گوش کنید. این حزب اعتقاد داشت که ایالت‌های مختلف ایران باید پارلمان‌های مخصوص خود را داشته باشد، این داره مجلس جداگونه باشه. روزنامه رسمی این حزب فارسی منتشر می‌شد، اما موضوعات آن مربوط به آذربایجان بود. هدف رهبری حزب در کل ایران خلاصه می‌شد، اما حزب در استان‌های آذربایجان فعال بود. حزب خلق مسلمان در بسیاری از شهرها و روستاهای استانهای آذربایجان شعبه‌ای تأسیس کرد. به خاطر اینکه حسن شریعت مداری، پسر آیت الله شریعت مداری، از رهبران این حزب بود، ارتباط بین بنیانگذاران حزب با آیت الله شریعت مداری بسیار نزدیک بود. آیت الله شریعت مداری و این جنبش در تلاش علیه مرکزیت همه نیروها متحد شدند. من نمیدونم چرا گوشی من یه دفعه شروع کرد به شارژ خالی کردن و یه دفعه از 15 اومد روی 4 با اینکه شارژر بهش وصله. امیدوارم مشکلی برای گوشی پیش نیامده باشه. ببینید بعد میگه در کنگره انجمن نویسندگان ایران در 1979 رضا براهنی، نویسنده آذربایجانی، برای گنجانیدن حق استفاده از زبان اقلیت‌ها در منشور انجمن تلاش کرد. در این دوران گستردگی تحرکات سیاسی بر پایه اصل قومیت در حمایت گسترده آذربایجانی‌ها از آیت الله شریعت مداری و رویارویی با حکومت مرکزی بر سر تهیه پیشنویس قانون اساسی به خوبی مشاهده می‌شود. شریعت مداری تمرکز قدرت را در دست حکومت مرکزی، قصد حاکمیت
از مردم میدانست وی بنا به این دلیل خواستار اعطای حقوق محلی شد. باز هم بگین یه عده بیان بگن آیت الله شریعت مداری تجزیه طلب و فدرال چی نبوده. نه دکتر بازم باید بگید، بازم باید بگید تقصیر ساواک بوده، همه اتفاقات تقصیر ساواک بوده، اصلا شاه آره. ظالم بود با این جانوران. دکتر بله حالا اینجا رو گوش کنید. در برخی موارد خب این نیاز نیست. در طول تظاهرات تبریز تعدادی از چهره‌های شاخص جنبش خلق مسلمان این شعار را ابراز کردند که همه مردم ایران حق انتخاب دارند. البته این نقابی بیش نبود از نظر من. به گفته یک شاهد عینی شرکت کننده در تظاهرات این شعارها به طور حرفه‌ای به کار برده شده بود و نشان می‌داد که این امر یکی از اهداف والای جنبش خلق یا ملت مسلمان می‌باشد. و جالب اینجاست که شعار به زبان فارسی منتشر شده بود. این شاهد عینی معتقد است که این شعار برای جلب حمایت اقلیت‌های دیگر قومی و به عمدتاً کردها بوده است. شرکت کنندگان در تظاهرات این امر را بیان کردند که سخنرانی ها به زبان ترکی آذربایجانی بوده و هر کس هم که سعی داشت به فارسی صحبت بکند مورد تمسخر جمعیت قرار می گرفت. دقت کردین؟ بعد بفرمایید که اینها پان ترک نبودن. همیهنان آذربایجانی که ایشالا گربه است دکتر، بفرمایید که ایشالا گربه است، ایران تجزیه نمیشه. کی اسرائیل میخواد ایران تجزیه کنه؟ نعوذ بالله. اصل حرفا چیه؟ حلم للم للم لم للم للم ایران اون بدن یه دیگه بذار بخندیم. خب همیهنان آذری ما که امروز در رنج، گرفتاری، سختی، نداری، قسط، وام، کرای خونه، کمرشون خم شده توجه بکنن. یکی از ستونهای اصلی به پیروزی رسیدن خمینی در درون ایران پانترکیست هایی بودن که داشتن با باکو و با کاگبه شوروی در اون بخش باکویش و با میت ترکیه کار میکردن. همیهن آذری من که ممکنه زندگی تو هست و نیست، تو در این سالها از دست دادی، ده ها برابر فقیر شدی، گرفتار شدی، خب یکی از عواملش همین زبانهای گرفتار و شما که به بیماری پانترکیز، بیماری خود برتر پنداری و راسیسم از نوع پانترکی دچار شده. خب حالا ببینید آیت الله شریعت مداری چی میگه. فصل سوم صفحه 121. هر کی ببینید من اینو نشون بدم که فردا کسی گمان نکنه من از خودم، چون این خیلی جمله وحشتناکی اینجا نوشته. آیا دکتر میخواید بگید؟ نباید بگید آیه شریعت مداری چی میگه، باید بگید که حالا اینجا رو بخونیم ببینیم آیت الله حجت الاسلام شریعت مداری چی زر فرمودن. همون دیگه آفت الله. شریعت مداری به عنوان شخصیت ایرانی از تلاش های مصدق در اوایل دهه 1950 هم حمایت کرده بود. از نظر وی آذربایجانی بودن با فارس بودن متفاوت است. نظر آیت الله شریعت مداری. پسرش هم این آقای دکتر شریعت مداری میگه که هیچ زمانی پدر من با حکومت شاهنشاهی و با شخص شاه مشکل نداشت و دنبال این نبود که حکومت شاهنشاهی سرنگون بشه. خیلی اینا پر رو هم. اصلا مهران جان یکی از افتخارات این پشمک و دین شریعت مداری اینه که پدر من تنها مرجع و تنها شخصیتی بود که اولا در مورد این که کی گفته پدر من نقش داشت در مورد که خمینی محاکمه نظامی نشه، این دروغه. پدر من مقابل بختیار و دیگران ایستاد که آقا شاه نباید ایران رو ترک کنه. اصلا پدر من اصلا پادشاهی خواه بود. آره دیگه دکتر، اینا همه ما انقلاب کرد ما رو چی فرض کردن؟ همین آقای دکتر تو کتاب خاطراتش دکتر شریعت مداری در رابطه با پدرش نوشته من بعد از چندین سال در زمان فوت پدرم تازه فهمیدم که پدر من ختنه نشده است. ببینید اینا، بذارید آقای حسن شریعت مداری بره یقه مدیرش و ناناورش، کسی که بهش نون میده، کسی که پول تو جیبشو میده، یعنی برندا شفر و سروس، بره یقه اونا رو بگیره. خب من اینو میگم، من اینو میدونستم از چند سال پیش بهش رسیدم، ولی اینی که اینطوری علنی به این شکل یک
یکی از مادرخونده ها و لله های کنونی پان ترکا داره اینو میگه، اینا بهتره برن یقه اونو بگیرن. و درست هم هست، اصلا توی کتاب اومده که مبتکر طرح این 40 روز 40 روز و پایگزاریش در تبریز پس از 40 کشته شدگان در قم آیت الله شریعت مداری بوده. بله دقیقاً. و این با سقوط بهشت مبارزه کرد. در کتاب سقوط بهشت هم کاملا توضیح داده شده. درود بر شما. خب حالا اینجا خیلی جالبه، شریعت مداری بخش عظیمی از زندگی مرد دیگه لازم تصویر منو بردار ببرید. خواهش میکنم. شریعت مداری بخش عظیمی از زندگی خیش را در تبریز گذرانیده بود. فی در دوران پیشه‌وری از سال 45 تا 46 گوش بدین همیهنان گرامی. شریعت مداری در دوران پیشه‌وری از سال 1945 تا 1946 نیز در تبریز حضور داشته و احساسات خیش را نسبت به این حکومت ابراز میکرد. وی دستاوردهای فرهنگی حکومت پیشه‌وری از قبیل تأسیس دانشگاه تبریز که در آن به زبان ترکی آذربایجانی تدریس میشد و همچنین بهبود زیرساختهای آذربایجان را تایید میکرد. دیگه از این بالاتر چی باید راجع به آیت الله شریعت مداری؟ آیت الله شریعت مداری دستاوردهای مشتی تجزیه طلبی که نوکر استالین بودند و کلی همیهن آذری ما رو در ایران کشته بودن، شکنجه میکردن و اون مناطق شده بود جاسوسکده کاگبه و کلی هم از سمت باکو آدم ریخته بود اونجا، ایشون آیت الله شریعت مداری تجلیل میکنه از دستاوردهای پیشه‌وری. بله من پیشنهاد میکنم به دوستان کتاب آوازخوان غور رو حتما، آوازخوان رقص بردگان رو حتما برن بخونن. در رابطه با جعفر پیشه‌وری سخنرانی های این شخصه ما 10 بخش رو اجرا کردیم، حتما تا پایانش رو بخونم. به این صحبت های دکتر کاملا میتونید شما برسید. زنده باشین، خواهش میکنم. حالا اینجا رو گوش بکنم. دشواری هایی که آیت الله شریعت مداری در یادگیری زبان فارسی با آن روبرو شد بر عقیدهش مبنی بر این که دانش آموزان ایرانی باید به زبان مادری خودشان آموزش ببینند و سپس و ببخشید و پس از آن فارسی را یاد بگیرند تأثیر گذاشت. عجب عرفی. آیت الله شریعت مداری نزدیکانی در آذربایجان شوروی نداشت و فقط نزدیکان دوری در آنجا داشت که هرگز آنها را ندیده بود. با این حال مردم آذربایجان شمالی را متعلق به همان گروه قومی می‌دانست. او آذربایجان شمالی را شمالی و آذربایجان ایران را جنوبی می‌نامید. دیگه اگه شکی هم دارید لطفاً برطرفش کنید. شریعت مداری به حفظ و پاسداری از استقلال مرزهای ایران اعتقاد داشت. اروای عمش این همه دست شریعت مداری رو رو کرده برای که به حسن بر نخوره. داره پایینش یه جمله گفتم اینم بخونم که فردا نگم تیکای گزینشی رو فقط اینا میخونن. در این حال وی به خواستای کسانی که حالا گوش کنید اینو، شریعت مداری به حفظ و اصلا ببینید این جمله با هم همخوانی داره یا نه. شریعت مداری به حفظ و پاسداری از استقلال مرزهای ایران اعتقاد داشت ولی در این حال به خواست کسانی که مطالبات تجزیه طلبانه داشتن بی توجه نبود. عجب. هم خدا رو داشتم خورما رو. آره دیگه. اینجا هم دوباره همونا رو اشاره میکنه که آقا اعتقاد به مجلس داشته، مجلس محلی و یعنی زمینه برای تجزیه فدرالیست و یعنی تجزیه بزک شده دیگه. حالا اینجا رو ما ببینم. من خب اینجا هم چی میگه نتیجه گیری این فصل هم میگه یکی از فعالترین گروه ها در بر علیه برای سرنگونی رژیم پهلوی در ایران آذری های ایران یا آذربایجانی ها بودن. تبریز هم یکی از مراکز عمده فعالیت های انقلابی بود. بچه هم تو جای دیگه کتاب توضیح میده میگه دروغ میگه البته، این منظورش باید چند هزار پانترکیست مزدور کاگبه است. میگه که اینا چون از سقوط مردم از سقوط پیشه‌وری ناراحت بودن این کینه رو تو دلشون جمع کرده بودن، منتظر فرصت عامیانش رو بگم منتظر فرصت مناسب بودن. این فرصت مناسبم در 57 بهشون داده شد، در صورتی که اینطوری نیست. بسیاری از همیهنان آذری ما هوادار پادشاهی بودن و هنوز هم هستن و امروز سردمداران و هی کارگران با اندیشه ضد بشری و ایران ستیزانه پانترکیز در خط مقدمش خود همیهنان آذری ما هستند. از همینجا بهشون میگم درود به شرفتون، درود به شرفتون و درود به شرفتون.
و اینو بذارید من به زبان شیرین آذری بگم، ایران بیزیم وطن میزدی، ایران مقدس تورپاقی میزدی، ایران هر زاده میزدی و ایران هر نواری میزدی، یا شاسین ایران ایرانی میز وارولسون استمایل اول کورولسون بعد دمه ولسون، یا شاسین ایران. خب اینم من تقریبا میتونم بگم اون بخشا دیگه تکرار مکررات، یه بخشایی را میره راجب شوروی صحبت میکنه، ولی در بخش پایانی کتاب یعنی در تقریبا میتونم بگم برگ پایانیش، خب ببینید یک کدایی رو میده راجب خاتمی. حالا خیلی جالبه اینکه خاتمی دیدگاه علیه شوونیسم فارس داشته، اصلا همچین چیزی در ایران از دید من وجود خارجی نداریم جز اون واژه‌های جعلی است، ولی میگه برخی از نیروهای سیاسی از قبیل محمد خاتمی بر مطالبات اقوام تاکید کرده بودند. سال 85 این کتاب چاپ شده، خاتمی تازه چند سال، دو سه سال چهار سال پیش اون جمله از زبانش در اومد که رسوای خاص و عامش کردن. خاتمی از همون روز اصلا با مجوز خاتمی حزب عربی در خوزستان به راه افتاد که بعدش هم خودشون مجبور شدن اکثر اعضاشو بگیرن و یه عده‌شون هم از اون اعضا فرار کردن به بیرون از ایران. خاتمی در انتخابات سال 76 ریاست جمهوری موضوع بکارگیری زبان آذربایجانی و کردی را مطرح کرده بود که نسبت به گذشته امر تازه‌ای بود و تاکید بر اصل 15 و 19 قانون اساسی کرده بود و بیان حس قومی و مطالبات سیاسی قومی در ایران در کنار تلاش ها و چالش ها برای روابط مرکزی پیرامون سلطه و چیرگی فرهنگ فارسی موضوع مهمی در عرصه سیاسی ایران می باشد که حتی ممکن است ثبات رژیم را تحت تاثیر قرار دهد. یعنی این کدام داره میده که راه فروپاشی، منظور اینم با رژیم اینا مشکل ندارن، اتفاقا این رژیم داره سال به سال بیشتر بستر رو برای اینا فراهم میکنه، منظور اینها فروپاشی خدای نکرده که امیدوارم من زنده نباشم اون روز رو ببینم، فروپاشی ایرانه نه فروپاشی جمهوری اسلامی که دوست این هاست. که با من اون جایی که باید میخوندم به اون نتیجه‌ای که باید میرسیدم رسیدم. شما به ما بگیم چقدر از زمان برنامه مونده؟ ها اینجا 2:35 سپری شده و من فکر کنم کدوان کمالپور گرامی. خب حالا صدا من نرسید شما. تا الان 2:35 از زمان برنامه رفته و چقدر؟ 2:36 شد. یه بار دیگه بپرسید میشه 37. خب ما چه کار کنیم؟ ما میتونیم یه 20 دقیقه نیم ساعت خیلی شتاب زده اون فرطوراری که مونده رو نشون بدیم، یا اینکه باید بریم روی جریان افتیدی که اون نه شما برنامه‌تون رو کامل کنید. من و جناب قاسمی تا برنامه شما کامل نشه به افتیدی نخواهیم پرداخت. این برنامه رو کامل کنید در رابطه با برند و شفر تمام شه، در رابطه با اون مقوله‌های دیگه ای هم که الان فرطورها هست شما صحبتتون رو بفرمایید که صحبت‌های شما کامل باشه، شرایط مهیا بشه، ما بریم سراغ افتیدی. خب خواهش میکنم. ببینید همونطوری که در آغاز برنامه همینان گرامی خدمتتون عرض کردم، بستر باید آماده بشه. بستر رو هم اینا تنها ریسک نمی‌کنن سرمایه گذاریشون رو به قول گفتنی در یک بخش انجام بدن، نه اینا در زمینه‌های گوناگون سرمایه گذاری میکنن، بر روی پان ترکیست، پان عربیست و پان کردیست، و تازه میتونم به شما این رو بگم که گروه‌های جدیدی رو هم اینها درست کردن، یعنی گروه‌های در دل میهن پرستان، یعنی گروه‌هایی که دم از میهن پرستی میزنن، ولی شما اگر عمل کردشون رو مورد توجه قرار بدین میبینید که اینا هم دارن در همون زمینه بسترسازی میکنن. مثلا دارن چی کار میکنن که بسترسازی میشه؟ آیا یه میهن پرست میتونه با کار خودش بسترسازی برای تجزیه ایران بکنه، یا فرهنگ ایرانی رو بدنام بکنه، یا آب به آسیاب دشمن بریزه؟ آیا این کار شدنی است؟ ببخشید. بله، ما چیزی در ایران به قول گفتنی به نام نژاد ستیزی نداریم. ما در فرهنگ ایرانی جایی برای کشتار دیگران نداریم. ما در فرهنگ ایرانی هیچگاه در طول تاریخمون یک ملت رو از هستی ساقط نکردیم، در حالی که در ترکیه بیش از 10 نژادکشی بزرگ از ارمنی ها، آشوری ها، یونانی ها، علوی ها، زازا ها، کرد ها، ایزدی ها و دیگران انجام شده. خب ما این مسائل رو در کشورمون هیچ کار نداشتیم. هیچ کس ایران جز
معدود کشورهای جهانه که این گونه پاکسازی‌های نژادی تباری رو در خودش نداشته. شما چرا؟ علتش چیه؟ این مسئله خیلی مهمه. به دلیل اینکه ما نژاد ستیزی نداشتیم، این به کنار، میهن پرستی ما هم پایش نژاد ستیزی و خود برتر بینی و توهین به دیگران نبوده. من یه بار این رو در یه برنامه در رستاخیز گفتم، ما به خودمون گفتیم ایرانی، به دیگران ان ایرانی. ا یا ان حرف نفیه، یعنی غیر ایرانی. خب توهین‌آمیز برخورد نکردیم که مثل عربستانی ها که به خودشون میگن عرب و به غیر خودشون میگن عجم، یعنی گنگ و نفهم و نادان، که این واژه با ریشه چهارپا یا جانور هم ریش است. ما به قول معروف واژه های توهین‌آمیز برای دیگر غیر خودی ها به کار نبردیم، دیگران رو در خودمون پذیرفتیم. مهمترین مسئله‌ای که افزون بر فرهنگ ما که ریشه در پیش از اسلام و به ویژه در دین زرتشتی داره، دین که هوادار پاسداشت دوستی میان انسان‌ها و پاکداشت و خوشرفتاری با طبیعت یا زیستبوم و جانورانه، این کمک رو به ما کرد که در درازای تاریخ چند هزار سالمون خدای نکرده دوچار همچین ایجاد همچین فجایع بشری یا نژادکشی یا نسل‌کشی یا کشتار گروهی و دست جمعی نشیم، خوشبختانه. اما امروز باز هم میگم، چون ما ریشه و پای مایه‌ای برای نژاد ستیز بودن نداریم، ما مانند یک پانترک نیستیم که بریم نوشته های سرکردگانمون رو بخونیم که سراسر توهین به غیر ترک هاست. ما پان عرب نیستیم که نوشته های اونجا پر از جعلیاتی باشه که به غیر عرب گفتن چارپا و نفهم و گنگ و لال و بیشعور. نه، ما از این چیزا در فرهنگمون نداریم. گروه های جدیدن در این سالهای گذشته تلاش کردن، این گروه هایی که برخیشون هم بسیار مشکوکن، یه مقدار یه رنگ و بوی همون چیزی که پان ترکیست درش داره، پان عربیسم داره، اینا هم یه رنگ و بوی چیز بدن، رنگ و بوی شاید تندروی، رنگ و بوی دشمنی با دیگر تیره ها، رنگ و بوی بگیر و ببند، خشونت طلبی، بیگانه آزاری یا قریب آزاری. ببینید اینها مؤلفه هایی است که بستر رو برای درگیری میان دو طرف باز میکنه. شما ببینید اگر خدایی نکرده کسی به صورت شما به صورت من سیلی بزنه، شاید اگه جاش باشه من کوتاه هم بیام، خب، ولی اگه من هم سیلی بزنم اون بیشتر برافروخته میشه. حالا شاید در جاهای بسیاری این مستاق نداشته باشه، ولی میخوام بگم خدمتون، اینها میگن جنگ دو طرف میخواد نه یک طرف. وقتی پان ترک میخواد جنگ را بندازه، از قول اینا اون پارسی هم باید، یا کسی که از نام فرهنگ ایرانی میاره یا میهن پرسته، اونم باید پایه دعوا، یه پای دعوا باشه که این دعوا حسابی آتیشش گر بگیره و برافروخته بشه. وقتی پان عربه میخواد آدم کشی بکنه، نمیشه که اینور هیچ کاری نکنه که در نقش مظلوم یا ستم دیده در سراسر جهان شناخته بشه. باید یه پایه و مایه‌ای داشته باشه. حالا این پایه و مایه رو که نمیتونن در من و شما و دوستان در رستاخیز و دیگران پیدا بکنن، ما که کار به نژاد کسی نداریم، به تبار کسی نداریم، ما میگیم ایران برای همه ایرانیان، هر کدوم از ما از یه گوشه از ایرانی، من یه طرف قشقایی، یه طرف لور، تازه یه چند درصدم رگ عربی و یه چند درصدم رگ بختیاری من دارم، چون یکی از مادر بزرگای مادر من بختیاری بوده. خب یعنی من از چند تیره ایرانی هستم، من هیچ کدوم این در هیچ کدوم این سو قرار نمیگیرم. کسی نمیتونه من رو فریب بده که تو مثلا تو هم اسلحه بردار برو مثلا علیه هممیهنان آذری مبارزه بکن. نه، من فریاد میزنم جانم فدای هممیهنان آذری. خب برای همین باید یه سری گروهایی رو تشکیل بدن در اون بر کفه ترازو که این با این بر کفه ترازو بتونه چی؟ اون برخورد و اون درگیری رو ایجاد بکنه. حالا من میخوام یکی از این گروه ها رو به شما معرفی بکنم، یه گروه جعلی به نام رنسانس ایرانی، که نامش رو از چی دزدیده؟ نامش رو از گروه رنسانس ایرانی کدبان رضا مهربانی اینا برداشت کردن. اینا یه گروهی بودن که از توی اون گروه کدبان رضا مهربانی اخراج شدن
و رفتن برای خودشون یه رنسانس جعلی درست کردن. حالا چرا من بحث اینا رو سرکرده این ماجرا هم نوه آیت الله سید محمد موسوی نژاد، یکی از بزرگترین روحانیون شیعه در مشهد که البته مرده، آیت الله موسوی نژاد، نوش نامش چیه؟ سید حمید رضا موسوی نژاد، که شما اون رو به عنوان شاهین نژاد میشناسید. آیت الله موسوی نژاد یار قار آیت الله شکر، یعنی آیت الله مکارم شیرازی، و دوست صمیمی آیت الله واعظ طبسی، سلطان مشهد یا سلطان خراسان. من تو گروه اینها نمیدونه اون موقع نمیشناختم، یک سال دوستان گرامی اونجا من با اینا هش رو نش داشتم. بعدن که متوجه شدم که اینها هم نقاب زدن، نقاب فرهنگ ایرانی زدن، ولی زیرش دارن کار دیگه میکنن، کاراشون همخوانی با فرهنگ ایرانی نداره، با اون روح یا روان نرم و لطیف و انسان دوستانه فرهنگ ایرانی نداره، از اونجا اومدم بیرون. یه برنامه هم چند سال پیش در رستاخیز سیمرغ داشتم و دست اینها با کمک رستاخیز رو شد، ولی دوباره میبینم اینها فعال شدن. و من یه سری موارد رو، هدف اینها چیه؟ اینا این آقای سید حمیدرضا موسوی نژاد با نام جلی آقا شاهین نژاد که یک آقازاده است، یک ملازاده است، این آقا یکی از اون صادراتیایی است که سالها در شرکت نفت جمهوری اسلامی، شرکت نفت کار کرده با و پس از اون صادر شد به انگلستان، بعد از چند سال هم صادر شد به هیوستون تگزاس و در اونجا شد به عنوان دلال نفتی و رابط نفتی بین جمهوری اسلامی با انگلستان و با به ویژه با آمریکا. ما حالا میخوایم یه سری فرتورا رو برای شما نشون بدیم. ایشون و زنش و دار و دستش، اونایی که دور و برش موندن، دشمن رضا شاه دوم هستن و به دروغ از رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه خوبی میگن، همون طرح معروف به قول معروف وزارت اطلاعات. ببینید ما اگه بخوایم نشون بدیم، پوزش میخوام، ما فقط اگه امکان داره کدوان برای این که بتونیم بریم اینا رو نشون بدیم، بعد به موارد دیگه ما میتونیم برگردیم. از شما ببینید، از شماره 11 گروه فرتورای 11 رو فقط اینا رو اگه چیزی داره برای خوندن شما میتونید فقط حالا که ببینید، شخصی به نام جیسون رضا قجر جرجانی که نام قجرش رو پاک کرده که واکنش برانگیز نباشه، یکی از رایزنان این جنبش و در واقع لابی CIA آمریکا در میان این گروه بود که با اینا همکاری میکرد. پوزش میخوام، با اینا همکاری میکرد و شخصی بود که بسیار هم بدنام بود در چند زمینه و با رسانه‌های مختلفی هم در آمریکا و بیرون از آمریکا، رسانه‌های بدنام راسیستی یا نژادستیز همکاری میکرد. حتی این جنبشی رو که با نام دروغین رنسانس بود راه انداخته بودن، در بعضی موارد شرکت میدادن در نشست‌ها یا اجلاسی که توسط گروه‌های نژادستیز در انگلستان و دیگر کشورها تشکیل میشد. یعنی آقای جیسون رضا قجر جرجانی، این ملازاده سید حمید رضا یا آخوندزاده سید حمید رضا موسوی نژاد با نام جلی شاهین نژاد، دستش میگرفت میبرد انگلستان، در نشستای اون کله تراشیده ها شرکت میکرد. این خیلی از خنده‌دار، یعنی از فکاهی های روزگار، از جوکای روزگار. چرا؟ چون با اون ماموریتی که برای اینا تعریف شده بود تحت عنوان از رضا شاه خوب بگو، از محمد رضا شاه خوب بگو، از رضا شاه دوم بد بگو و نشون بده که اگر میهن پرست ها بیان سر کار میخوان مثلا اینو بکشن اونو بکشن، در ایران نژادکشی را به اندازن، تن و بدن مردم ایران رو بلرزون. از طرف دیگه هم اعلام بکن که اگر ما میهن پرست ها بیایم سر کار، میخوایم بیایم مسجدها رو آتیش بزنیم، امامزاده ها رو رو سر پیروانش خراب کنیم، چادر زنا رو بگیریم لخت مادرزادشون بکنیم و بعدش هم دستمون به هر کی رسید هر کاری دلمون خواست بکنیم. اینا رو شگفت زده نشینا، اینا رو تو این نشستای هفتگی مطرح میکردن. من بعضیاشو سند و مدرکاش هم دارم به شما نشون خواهم داد. کدوان شماره 11 رو نشون میدین؟ بله بله، گروه فرتورای شماره 11، یه مقدارم زیاد ما بتونیم اینا رو بله. ای آقا
جز رایزنان جنبش بود. من میخوام آدما و عملکرداشون رو به شما نشون بدم. خب رایزنان جنبش بود جیسون رضا قجر جرجانی، فرتور بعدی رو ما نشون بدیم، جنبش نوزاد. چون من دیروز یه تبلیغی دیدم، چرا به اینا دارم میپردازم، که اینا دقیقاً به همون اندازه‌ای که پان ترک و پان عرب و پان عرب و پان ترک و پان کرد برای ایران و پان بلوچ برای وحدت ملت ایران، یگانگی ملت ایران آسیب زننده و خطرناکن، اینا هم این صادراتیایی هم که الان هم صادراتی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هم شبکن، یعنی اینو اون پسرک نادان امید نادان رو نمیدانم که خسرو آرش گرگین یا امیر گرگین که عمه امیر گرگین زن گل سرخی بوده و اینا خیشاوندی با زرا رهنورد زن موسوی دارن و یه مش شغال افتادن به جون کفتار به جون ملت ایران، از اون بر صادرشون کردن بیرون، از اون برم پوزش میخوام بیادبی میکنم، دارن لاس میزنن و وا دادن جلوی موساد و CIA و MI6 و اینا و آشکارا. حالا بهتون نشون میدم این جیسون رضا قجر جرجانی میگه ما صهیونیست ایرانی هستیم و من با موساد مذاکره کردم و ما داریم با موساد کار میکنیم. خواهش میکنم بعدیش با ولید فاروق با یکی دو تا از این سناتورهای آمریکایی در ارتباط بود، تونسته بودن یه بودجه‌ای برای همین سید حمید رضا موسوی نژاد با نام جلی شاهین نژاد و زنش آرتیمیس علی آبادی که اونم 2300 تا نام داره، فیسبوکش آرتی دیاناس، نام شناسنامه ایش گذرنامه ایش آرتیمیس علی آبادیه اگر نادرست نگم، بعد به تازگی هم نام خودشو گذاشته آرتیمیس اهورا. من نمیدونم یه آدم چند تا نام میتونه داشته باشه، اصلا دگرگونی نام برای چیه به این شکلش؟ بعد خانم تو چرا سه جای گوناگون، سه تا نام گوناگون داری؟ خب گردوان نشون دادین اونو؟ بله بله، الان فرتور بعدیه اونو اگه میشه بخونید که مال اون پسره که نادان رو پخش بله. کرده پخش میکرده تو فیس. فارسیش هم خیلی جالبه، غلط غلوت نوشته، هر کسی که به امید دانا مخالف است، به امید دانا مخالف است لطفا برو گم شو، دوست من که نیستی، این فرد یه قهرمان ملی است و صدای رسول و ابدی او نقش مهمی در بازسازی ایران بزرگ خواهد داشت. این مادرش آمریکاییه، بعد از طرف پدری هم از تیر و تبار حکام آدمخوار قجرن و مثل که اونجا زاده و بزرگ اونجا بزرگ شده. آره دیگه، اینا همه یه باندن دیگه. حالا بعدیش رو هم میتونید بخونید؟ بله، بعد باز دوباره همین آقای جیسون رضا جرجانی یه عکس از امید نادان گذاشته که تخریب آمبولانس و اورژانس‌ها برای بالا بردن کشته سازی‌ها، کمپین نه به سوریه سازی ایران. میدونی این جریانش چیه؟ اینه توی جریان رویدادهای آبان ما اینا داشتن این قضیه رو پخش میکردن که جمهوری اسلامی بیگناهه و این معترضینن که دارن از آمبولانس ها استفاده میکنن برای کشتگیری و این گناهش کردن تظاهر کنندگانه به گفته اینها و داشتن جمهوری اسلامی رو تطهیر میکردن. این پدر سوخته قجری هم این رو اومده بود توی صفحات خودش پخش میکرد. فرتور بعدی خواهش میکنم. اینا چرا همش کلاشون از تو دایره میارن بیرون؟ من نمیدونم، اینا به دایره مثل که دلبستگی ویژه‌ای دارن. اینم بله، جیسون در گروه رد آیز که این آقا توی یه گروه بسیار تندرو نژاد ستیزه که دشمن سیاه‌پوستان، دشمن یهودیان، یهود ستیزن، سیاه‌پوست ستیزن و بسیار هم گروه خطرناکی هستن، بارها در این نشست اونها شرکت کرده و حتی برنامه‌ای داشت که میگفت مولانا سفیدپوست بوده یا بودا چشاش آبی بوده، انگار همه مشکلات ما حل شده فقط مونده رنگ چش بودا رو تعیین بکنیم، به نام یخ سرخ رد آیس رفت اونجا و در مدح سلیمانی برنامه اجرا کرد. اینا همش سنده، اینا رو میخوایم داریم نشون میدیم. بعد اینا جز گروه رنسانس ایرانی بودن، البته آقای جیسون رضا قجر جرجانی الان جز رنسانس ایرانی تقلبی نیستا، چون یه رنسانس ایرانی داریم اونم که اداره و مدیرتش در دستان کدوان رضا مهربانی است. این چیزی که اینا نامش رنسانس ایرانی گذاشتن یک گروه تقلبی و غیر قانونی، اون اسمش اونی که جعلیه که اینا درست کردن اسمش رنسانس نوزاییه
اون چیزی که واقعیه و اصلیه و فعالیت های جناب رضا مهربانی و سایر همبندانشون هست اسمش رنسانس ایرانی فرزندان فردوسی است. درسته. دکتر جان من توضیح بدم، شما صحبت کردید راجع به آرتمیس علی‌آبادی که چرا اینقدر اسمای مختلف داره. ما تو برنامه که تو هم با خود شما داشتیم در اینکه 3 سال پیش اصلاش رساویز سیمون هست، کسی که همزمان 2 تا شوهر رسمی داره خیلی مهمه دوستان، ادعای زرتشتی بودن میکنه، 2 تا شوهر رسمی داره، دروغ میگن اینا زرتشتی نیستن. آره عرض میکنم الان میگم خدمتتون. بعد میاد بیانیه آخرین هشدار و آخرین ولیعهد رو پیریزی میکنه و مینویسه، بعد میاد اون مزخرفی که شاه دختای ایران یکیشون نمیدونم کار مدلینگ میکنه و کار فلان، این مزخرفو میندازه توی مثلا یه چیز بد میدونه این رو مطرحش میکنه، همین تیم سید حمیدرضا موسوی نژاده. و جالب دوستان بدونم یکی از شاخه های اف دی دی همینجا اینا رو من بی دلیل نیست اینو گفتنه. شما میبینید در چند وقت در یکی 2-3 ماه گذشته تیم مثلا اون بنیاد فرشگرد که قبلا در مورد صحبت کرده بودی که زیر مجموعه اف دی دیه، با اسماعیل نوریالا مجموعه نوریالا که زیر مجموعه اف دی دی ما اصلش در آینده در برنامه بعدی نشون میدیم، بعد با حزب مشروطه که خمیر مایش همین کتاب برند شفر و حقوق بگیره برند شفر هستن، با همین سید حمیدرضا موسوی نژاد اتحاد میکنن و بیانیه های مشترک میدن. یعنی چی؟ یعنی اینا از هر طرفی که شما فکر کنید آدم دارن، جریان گذاشتن، پادشاهی خواهش رو داره، ایران شهریش رو داره، تجزیه طلبش رو داره، جمهوری خواهش رو داره، جمهوری اسلامیش رو داره، بی طرفش رو داره، با طرفش رو داره، رسانه‌ش رو داره، روزنامه، یعنی تمام اون سوراخ‌هایی که سال 57 نفوذ کردن ازش و سیستم ایران رو فرو ریختن، ایران رو نابود کردن، تمام اون سوراخ‌ها رو علاوه بر فیک خودشون رو گذاشتن. و اینی که شما مثلا بیننده یا مردم عادی تشخیص بدن که آیا این مجموعه جزء فلان جریان هست یا نیست، اون وظیفه اپوزیسیون واقعیه که بیاد اینا رو برای مردم باز کنه که ما الان داریم انجام میدیم. حالا یه عده میگن آقا اینا تفرقه اندازن، مزدورن، هر مزخرفی دلشون میخواد بگن بگن. اگر آدمای با شرفی وجود داشتن قبل از 57 میومدن کتابهای خمینی رو، هم مثل کتاب ولایت فقیه خمینی رو باز میکردن توی رادیو تلویزیون برای ملت، اینا رو بازگو میکردن، اندیشه مزخرف علی شریعتی رو بیادن بازگو میکردن، اگر مزخرفات جلال آل احمد رو و دیگر اراضی روباش رو میمدن مطرح میکردن، اگر همین مزخرفات رضا براهنی و امثال اینها رو میمدن اینا رو مطرح، این شعری که همین جناب کامپور پخش کرد از رضا براهنی این جدید نیست، ایمان همون موقع است. شما نگاه کن اگر همین شعر توی رسانه اون روز پخش میشد دیگه، این اگر خودشو جر میگفت ساواک منو بسته به پنکه به من تجاوز کرده، ملت بهش میخندیدن، بهش نمیگفتن استاد، رو سرشون نمیذاشتن. چرا؟ چون اینا چیزی باز نکرد. اما رستاخیز سیمور مبناش بر اینه که ریشه رو باید هدف کرد. شما الان دوستان وقتی این مسائل رو میشنون، فردا روز اگر جایی ببینن مثلا یکی داره از حمیدرضا موسوی نژاد قهرمان سازی میکنه، اینجا خطاب هم به خانم شیبانیه، چون دیدم چند روز پیش براش تبلیغ کرده بود آقای دکتر شاهین نژاد، نه عزیز من، این مأمور مخصوص برند شفر در شاخه ایران شهریشه. حالا در ادامه بهش میرسیم. ما اگر اینا رو بدونیم بعد میتونیم از این چهار راه سرگردان عبور کنیم، بعد میتونیم به ایرانمون برسیم و میتونیم این زالوها و زالوصفتها و انگلزادها رو از ایران دورشون کنیم، از جلوی فاجعه ای که اینا میخوان رقم بزنن که گفتم 89% کارهاشون رو انجام دادن رو میتونیم سد کنیم، میتونیم بگیریم جلوشون. فریب اینی که امروز موسوی دوباره اومده بیرون داره زنگ میزنه به این و زنگ میزنه به اون، 4 تا مفسر سیاسی که همشون زیر مجموعه اف دی دی ما در آینده نشون خواهیم داد، دیگه فریب اینا رو نمیخوریم. دیگه نمیتونن با موسوی کروبی دوباره رنگمون کنن. دیگه نمیتونن با خامنه‌ای و با خاتمی و روحانی و احمدی نژاد همسال اینا دوباره رنگمون کنن. چون اندیشه رو میدونیم. وقتی شما اندیشه رو بدونی
دیگه هر جوری اینا بخوان نقش بازی کنن برات جوکه، برات مسخره است. و اون مافیا میفهمه سناریوش لو رفت و مجبور میشه برق دیگه بازی کنه که باز ما اون برقش هم باز میکنه. خواهش میکنم ببینید چرا ما داریم به اینها میپردازیم. دوستان کدبان کمالپور و کدبان قاسمی به زیبایی و درستی فرمودن، مسئله اینه، زمانم زیاد نداریم، ولی یک الگوی جدیدی از میهن پرستی میخوان اینا ارائه بدن، چون اینا مزدور و صادراتی هن دیگه، یه بخش یا صادراتی هن یا بعضی هاشون نمیدونم مشکل روحی روانی دارن یا مزدور موساد، طرف که میاد میگه ما صهیونیست ایرانی هستیم. حالا اگر یک ایرانی یهودی بگه من صهیونیست ایرانی هستم کمی برای من قابل فهمه، ولی یک غیر یهودیه، یک غیر یهودی ایرانی چطوری میتونه بگه من صهیونیست ایرانی هستم و بگه من با موسی در حال صحبت هستم، آشکارا بیاد بیان بکنه؟ البته این دیوانه را هم به خاطر این گذاشتن کنار. این آقا یعنی دکترا هم داره، در دانشگاه نیوجرسی درس میداد، بعد نمیدونم آشکارا از هیتلر طرفداری میکرد، بعد از موسولینی، از نمیدونم صحبت از چه میدونم صحبت از کشتار این و اون بود، میگفت ما افتخار میکنیم که سیاه‌پوستا رو به بردگی گرفتیم، منظورش ما آریایی های اروپایی بود، چون از طرف ننش هم اروپایی دیگه، اروپایی تباره، بعد ما افتخار میکنیم که یهودی ها رو کشتیم، آخرم مثل که از اون دانشگاه نیوجرسی کله پاش کردن. این چون یه ذره دست و پاگیر شاهین نژاد شده بود، یا همون سید حمید رضا موسوی نژاد، خیلی حرف میزد اینو گذاشتن کنار، نه اینکه باش مشکل داشته باشن. سید حمید رضا موسوی نژاد هم زنگ زد اون موقع به تک تک ما که جای عنوان نکنید امید نادان رو با تیپا پرتش کردن دوستان توی یک روزی در یک نشست هفتگی روز آدینه، از اونجا بگین خودش رفته. خب این من با این تیپ کاری اینا آشنام، اونی که خودش میره، اونی که میگن خودش رفته، اینا دقیقا میدونم چی پشتش خوابیده. خب و اینا میخوان یه الگوی نوعی ارائه بدن، چون ما هیچ گونه، ما هیچ راه، شما یک سندی بیارید، مدرکی بیارید که میهن پرست ایرانی دستش رو بتونه به خون هم میهن خودش آغشته بکنه. نه، ایرانی میهن پرست همیشه در مقام دفاع یا پدافند یا پشتیبانی کار کرده، به کشورش یورش شده رفته پدافند کرده، تجزیه طلب ها یورش رو بردن خواستن مردم رو بکشن رفته پدافند کرده. ما اینطوری نبوده شال و کلا کنیم اسلحه‌مون رو بندازیم رو کولمون مثل این پان کردا و این نمیدونم پان عرب ها، بریم جایی رو منفجر بکنیم یا جایی رو مردم رو بریم به قول گفتنی به آتیش بکشیم. اصلا از این چیزا در مرام مردم ایران نیست، چه در میان آذریاش، چه در میان کردها، عرب زبانها، پارسی زبانها، شمالیا، جنوبیا، مردم ایران اینگونه نیستن. فقط این گروهایی که دوچار این موارد هستن. ببینید خیلی من حتی از دهان این شاهین نژاد که نام جعلیش هست چندین بار شنیدم ژن چی، اجازه بدین درست بگم که دروغ نگفته باشم، ژن خراب ترکی عربی. خب البته یکی دو بارشو به من تیکه انداخت، ولی میخوام این رو خدمتتون بیان بکنم. بعد خود یه آقا چهرش شبیه ازبکاس با 1.60 متر قد، حالا کار به قد و بالای کسی من ندارم، ولی با چهره شبیه ازبکی بعد صحبت از این میکنه که من آریاییم و من فلانم. حالا به هر روی ببینید اینا رو ما داریم به شما نشون میدیم، همینان من فریب این گروه. خواهش میکنم فقط پس فرتو رو عوض کنید اگه امکان داره. نه نه فرتو رو خب باشه بذارید رو من صحبت میکنم بعد تشریف بیارید. نه نه نیازی نیست، بعدا تشریف اومدید ازتون سپاسگزار میشم. آره اینم حالا بعدی رو بذارید بمونه، اشکال نداره. حالا اگر کدوان قاسمی صلاح بدونن. بعد یه فرتور هم داره با امید اون پسرک نادان. آره اینو بذارید بمونه اگه امکان داره، سپاسگزارم. پس همیهنان من مواظب این گونه انحرافات باشید، انحرافاتی که باورمنده به مسائل تباری نژادیه در راستای همون پروژه FDD یا بنیاد دفاع از دموکراسی داره گام برمیداره. همونطوری که کدوان قاسمی گرامی گفتن یه شاخه و شقه دیگه شه. من توضیح دادم برای ایجاد یک درگیری عمده در مقیاس بالا باید از همه طرف ها اینا آدم داشته باشن و باید
کل مجموعه که همون ایران هست رو گوشه گوشش رو بخوان به آتیش بکشن. نمیشه که یه جا شلوغ بشه بقیه همه متمرکز بشن برای که اون شلوغی یا آتشی که اونجا افروخته شده رو خاموش کنن. نه، همزمان باید در چند جا آتش افروزی بشه، در مناطق آذری نشین، در مناطق کرد نشین، در مناطق بلوچ نشین، در مناطق عرب نشین، در شمال، در مرکز. خب باید این کارا رو بکنن و برای که بتونن از این سو، یعنی دوباره هم میگم کسانی که خودشونو میان پرست میدونن، هم یه سری گروه های شبیه گروه های تندرو اروپایی یا اون نمیدونم چه میدونم گروه های کوکلسکلانی آمریکایی درست بکنن، برای همین این داره دسته همین رنسانس ایرانی تقلبی رو که هیچ ربط و پیوند و چیزی با رنسانس ایرانی کدوان مهربانی گرامی نداره را انداختن. و ما امروز به شما نشون میدیم، شما ببینید الان جمهوری اسلامی روحانیون شیعش برای چی اینقدر بدنامن؟